بینندگان و شنوندگان گرامی، درود فراوان از نوع بیکران بر شما. امید آرزو دارم که در هر کجای این غربت گزنده و پهناور که به سر میبرید، گوش برادران کر خوب و خوش و سلامت و سرحال باشید. بدیهی است که این امید آرزو تنها شامل آن دسته از هموطنانی نمیشود که همزیستی با کژدم غربت یا تبعید را به همنشینی با حضرات ترجیح داده و در چهار گوشه جهان آواره شدهاند، بلکه شامل آن گروه وسیع از هموطنان نیز می شود که در وطن خیش غریبند. برای شما بزرگواران، امروز چهارشنبه 11 سپتامبر رو مشتعل نگرز می کنم. مشتعل یا فدوی نوشته مشتعل برای که یادآور اون فاجعه تلخ 9/11 هست. به هر روی چهارشنبه 11 سپتامبر رو مشتعل از برجام الحرام سنه 2019 فرسایی برابر با 20 شهریور 1398 خودمانی و 1441 آخوندی به 195مین برنامه طعم تلخ طنز از تلویزیون میهن به اهتمام سعید بهبهانی توجه می‌فرمایید. این برنامه در قلم رو طنز سیاسی و اجتماعی است و محتوای اون نیز برگرفته از طنز نوشته های هفتگی همیزا رحیمی است که به مکتوبات یا مکتوبات فدوی هم اندکی معروف است و تلخی طعم طنز این برنامه به لحاظ فجایع اتفاقی در وطن سابق است و این بنده فقیر کمتر از قطمیر هم به عنوان کاتب و منشی آقای فدوی در رکاب شما بزرگواران شمشیر میزنم. گرامیانی که با ما اون صحبتی دارند میدانند که ما معمولا برنامه را آغاز میکنیم با یک خط شعر فارسی و یک خط فارسی که هر دو از آثار نویسنده است و بعد از اون میپردازیم به جستارهای دیگر برنامه. بسیار خوب، تصویر شماره 1 ما رو میبرد به قسمت شعر و یک شعر کوتاه. شعرهای سراینده عمدتاً کوتاه هست، بیشتر از چند صف تجاوز نمی کند. از کنم اهل تصدیع نیست، به قول ادبا بزرگترها اهل تصدیع نیست و به هر روی بر این باور است که انسان معاصر وقت ندارد و شعر هم باید مثل کپسول باشد، بیاندازد بالا و بدوه. بروی شعر کوتاهی که براتون انتخاب کردم اسمش از پناهنده. یک نوعی از شعر وجود داره که عرض بکنم به باور بنده که اسم شعر، نام شعر در واقع جزی از تن شعره و اگر این نام به نام دیگری تغییر پیدا بکنه احتمالاً از رسائی مطلب خواهد گذشت. به هر روی الان بحث تحلیلی نداریم. شعر پناهنده از کتاب لبخند ناتمام صفحه 50. توجه بفرمایید، برای اینکه شعر هنوز شروع نشده تمام میشه. پناهنده: از صیاد به دام پناه میبرد و از دام به صیاد، و عاقبت بوی کباب است که همه جا میپیچد. عرض کردم که کوتاه است و عرض کنم مختصر. خب دوستان، این تصویر که ملاحظه میفرمایید این یک نماییست یا یک شماییست از آثار که حمیزه رحیمی و نیز فدوی در عرصه‌های گوناگون مرتکب شدند و اگر خواستید که از نزدیک ملاحظه بفرمایید، تشویق به سایت نویسنده به لطف بهبهانی معمولاً روی صفحه هست، در اونجا از بکنم سراغ انتشارات رو بگیرید و ملاحظه بفرمایید. از کنم یه قطع خط فارسی هم با هم دیگه ببینیم و این به حسب اتفاق باسم از شعرهای کوتاه سراینده است. بخش میانه تابلو هم تو ملاحظه میفرمایید خط نستعلیق است و در پیرامون دو اندازه قلم به نظر میاد که ملاحظه دو اندازه قلم مصرف شده که شکسته نستعلیق هست و شعر هم از همون شعرهای کوتاه مختصر که میگوید که آینه هم در این چند ساله براستی چقدر پیر شده است. بر فدوی که پیر نشد، آینه پیر شد. بسیار، پس این هم عرضه بدارم که قسمت خط فارسی بود و میرسیم به چیستان. چیستان برای اطلاع دوستانی که احتمالاً اخیراً به ما ملحق شدن، عرض میکنم که این آقای فدوی تراول میکر ما به قول عوام هر هفته با طرح یک کرسش معمولاً مصوری گریبان ما را میگیرد. هفته گذشته تصویر شماره 3 هست.
که پرسیده بود که داستان از چه قرار است. این برادر عرض بکنم که مدافع حرم احتمالاً چی میکند و این چه هیبت داستانی است. به هر روی دوستانی اظهار نظر کرده بودن و از اون میگم سه تا از این پاسخ ها درست بود که متعلق بود به دوستان علیرضا، مجید و میکائیل. میکائیل البته این مقدار اضافه تر پیشنهاد داده بود. اصلا بذاری که خود سعی من یادم رفته راست چون سعید هر دفعه که ما مطرح میکنیم حوصله نداره که صبر کنه تا هفته آینده، همون لحظه فتوا رو صادر میکنه ما رو خودشو و داعش تخمی. این تخمی البته ایهام دارد، به هر حال میدونید که چگونه. و سعیدم پاسخ سعیدم این بوده که داعش تخمی. بله. و اما این سه تا بزرگوار درست گفتن. میکائیل مفصل تر نوشته است که ضد انقلاب گمان زنی میکند. منظورم از ضد انقلاب خودشه، چون من و سعید که ضد انقلاب نیستیم، گمان زنی میکند که ایشان با پوشاندن آنجا سانسور فرمودن، با پوشاندن آنجا و بعد از عمل انتحاری بتواند به حوریان بهشتی سرویس بدهد. بعد اضافه‌ترشون نوشته ایشان بهتر بود باسن را هم پوشش میدادند تا قلمان هم بتوانند اجری ببرند. بعد در پرانتز نوشته است میکائیل که البته فقط پیشنهاد بود برای اطلاع خوب، برای اطلاع خوب. بل بسیار خوب دوستان، هنوز در اون جستار هستیم. از فهمید که هفته آینده هم با هم نگاه بکنیم که تصویر شماره 4 هست و بفرمایید که به نظرتون این چیست این داستان. و به هر حال همه همین رو نوشته بودن، همه همین رو نوشته بودن. سعید بپرسه که بقیه بچه ها دوستانی که چی نوشتن، چی نوشته بودن که درست بود. همین بود که یکیشون مثلا گفت مدافع حرم. خب ما نمی‌تونیم حالا شناسایی بکنیم ببینیم مدافع حرم بوده هست یا نه. به هر روی نظر میاد که سوریه بوده و دوستان همین رو گفتن، برای اینکه اون موضع شریف وقتی که به قول عوام کاور شده، بنابراین دوستان حد سعید میگه پس بنابراین در تخمی بودن قضیه اشتراک عقیده داشتن دوستان. بله همینطوره سعید جان. بله بسیار خوب، میشه که یک هفته فرصت هفت هست و تعاملی بفرمید و هفته آینده اگر عمری بود و برنامه ای بنده سر راه بقول عوام استاپ بای میکنم و از دفتر دکتر فدوی پاسخ درست را میگیرم و میارم خدمت شما و شما اگر فرمایشی داشتید پیوست میکنم. خب دوستان چیه سعید جان؟ بنویسیمش برای اینکه هفته آینده. سعید میگه جواب سعید اینه که انگشتر دیوید کاپرفیلد هست، اون شعبده باز بزرگوار امریکایی. بله سعید جان یاد داشت قربان، انگشتر دیوید کاپرفیلد. ببینیم تا دوستان دیگه چی خواهند گفت. بسیار خوب دوستان عزیز، بیننده ارجمند برنامه هفتگی طعم تلخ طنز از تلویزیون میهن هستید و ما هم اکنون به بخش بازرگانی رسیدیم. این آقای فدوی ما معروف از اهل معنا بوده است و اینها قفلتا خواب نما شده یا هر اتفاقی افتاده گفته است آقا ما بخواهیم که بیزنسمن بشویم و هر مار هم از این نمد کلاهیست و اینا. اما چرایی قضیه توضیحش اندکی طولانی است که وارد نمیشه، این فرصت نیست. اما خیلی کوتاه عرض میکنم که اگر احیانا خواستید که این چرایی هایی که این بزرگوار یه دفعه بیزنسمن میخواد بشه چی هست، باز هم تشویق به hazl.com hazl.com سایت نویسنده و بخش انتشارات کتابی در دو جلد ملاحظه میفرمایید، تذکرت الاشقیا جلد نخست، در اونجا توضیح مفصل میدهد که چرا فرض کنم متمایل شده است به داستان بازرگانی و گفته است که ما را هم از این نمد کلاهی است. یک دونم تابلو درست کرده در اون دپارتمان نصب کرده است که مفسر جنس خود ارزان نفروشد چه کند، کمبه ها کرد توی دستی دوران ما را. خب این قسمت بازرگانی متعلق به آقای فدوی ما هم مثل جای دیگه آگهی میپذیرد
و اما مسئولیت از برم که مسئولیتی در جهت صحت و صغم محتوای آگهی ها ندارد مثل همه جای دیگه، و از برم که مسئولیت به گردن تبرخورده آگهی دنده است. و بعد یادم نره که از دوستان سپاسی داشته باشم که ما را کمک میکنن در امر جمع‌آوری تصاویر و برخی گزارش ها، و از اون میان الهام، روزیتا، شبنم، فروغ، علیرضا، سوری، نازنین، یاشار، مایک، مجی خان، میکائیل و آرزا یغلابی، یار دیر و دور. بله، یه تحریری داره زیاد میشه تعدادش. بله، عرضی بدارم. خب نخستین رو نگاه کنیم دوستان. تصویر شماره 5 ملاحظه بفرمید. ما همکنون در ماه مبارک محرم هستیم و این ماه مبارک محتوا و از کنیم ویژگی هایی دارد. هرکنون به نوع خودشون به قول عوام یونیک هستن. ملاحظه بفرمید ختم به نظر کافی درشت هست که به مناسبت شهادت حضرت ابوالفضل علیه السلام تا سوعا از ساعت 12 ظهر تا اذان مغرب قلیان رایگان می باشد. خلاصه دوستان یا برادران بشه تابند که غفلت موجب پریشانی است. سعید میگه آقا این کلکه این میخواد که تو رو از سرت گرم کنه که به قیمه نرسی، میخواد اینه بگه. نظر سعید. بله، به هر حال از کنم در ماه مبارک محرم ویژگی هایی هست که یک شمعه رو ملاحظه فرمودید. تصویر بعدی هم ملاحظه بفرمید تا دریابید که شمر بودن هم شغل بسیار خوبی است. ملاحظه بفرمید. بله، این آقای فدوی ما اینو عمدن کنار هم گذاشته چون بالا صحبت قلیون بود، حالا جناب آقای شمر و از کنم سخن گوش یا معاونش رو دارید ملاحظه میفرمید که این بزرگوار شمر مثل که باورش هم شده که به هر حال جز مقامات هست. یه نفر اجیر کرده که قلیون رو عرض بکنن که حمل بکنه. بله، به دیگری که سرایت کرده این ویژگی های ماه مبارک محرم به از کنم به ابزار تهاجم فرهنگی یا فنی، هرگاه که سود حضرات باشد، البته قابل استفاده است و نهایت سوء استفاده بهینه را می فرماین. اما اگر دست ضد انقلاب باشه یا مردم باشه، خب میشه از مصادیق بارز تهاجم فرهنگی. مثل تصویر بعدی شماره 7 ملاحظه بفرمایید که این ویژگی ماه مبارک محرم به تکنولوژی هم، تکنولوژی ساخت علمای خاشپرست، البته علمای ما کسر الله امثالهم که از بام تا شام جز مهمل نمیگویند و جز مهمل نمینویسند، باری از روی دوش بشر و مردم ایران برنمی دارند، هیچ بارهایی هم اضافه می فهمند. تو داستان استادیوم و فتاوی ابلهانه ای که دادن این مکار شیرازی نمونه است. آخوند دولتی به فدای مربوط است این چیزا. خب بریم به دنبال ادامه برنامه دوستان، و بعدش هم برای اینکه بدانید که ثروتمندان جامعه شکوهمند اسلامی چه کسانی هستند، تصویر بعدی ملاحظه فرمایید که چه این آدم های اگر نگویم بی سواد که حتما هستند، دست کم کم سواد، همه در حدود چیزهای ابتدایی دارن، به هر روی درآمد سرشار و مفصل دارن از عرض بکنم صدقی سر ماه مبارک محرم. مراجعه فهمید این دستمزد اینها رو مراجعه فهمید که چگونه است. ضمناً توجهتون جلب میکنم که این برای یک شب فقط، مراجعه فهمید این برای تمام 30 روز ماه مبارک نیست. بعد یک پرسشی هم دوستان پیوست کرده بودن به این تصویری که معرفت کردن، خواندنش خالی از ضرر نیست. بعد یادش میگوید که یک سوال به مناسبت فرارسیدن ایام محرم، بعد این یادداشت میکنه. در محرم آشپز مفتی آشپزی میکنه، آبدارچی هیئت مفتی چای میریزه، تکیه و حسینی مفتکی جاروکشی و نظافت میشن، سیمکش برای کارهای برقی
مفتی کار میکنند، برای امام حسین و و و. اما چرا در همین محرم ملاها و روزخانها و مدهها پول میگیرند؟ مگر برای امام حسین نمیخوانند؟ مگر خودشون نمیگن اجرت با امام حسین؟ البته فرده میگه اجرت با گربه مرتضی علی. خب خودشان هم مفتی بخوانند، اون دنیا اجرتشون رو بگیرن. انگار همه دست به دست هم میدن و محرم و آذین میبندن برای ملا و مداح، نه برای امام حسین. برای این یادداشت هموطن گرامی بود که حرف کساف هست، و دوستان اگر که پاسخی در این ارتباط داشتن مرحمت کنم به ایشان. و دیگه اینکه عزیزم، تصویر بعدی یک سنجشیست بین یک جوان موفق ایرانی و یک جوان موفق ژاپنی. خدا نظر فرمید که تفاوت از زمین حداقل تا پشت بام است. بزرگوار فرموده است که ببین چقدر هم نظری گرفته سعید، میبینی؟ این همش نظریه دیگه، با نظری نوشته یا حسین. و نهایت ابتکار رو به خرج داده است بزرگوار. بعد اونم در قسمت پایینی تصویر جوان ژاپنی چشم‌بادومی است که عرض بکنم که سنگینی جهان روی دوش این هاست، نه علمای عرض بکنم که شگفت انگیز ما. خب دوستان، یک آگهی ما به خواهش برستان هم نگاه کنیم با هم دیگه که تصویر شماره 10 هست. بسیار مطلب جالب بود به نظر بنده. عرض بکنم من به خارج منبع خبرم فرنگی بود و من فقط این تیترش رو برای شما ترجمهش رو عرض میکنم، برگردانش رو عرض میکنم که بانوری که دارید ملاحظه فرمایید ظاهرا از طرفداران حیوانات است، چیزی که ما باش مشکل داریم در جامعه شکومند اسلامی. ماجراها رو که بیاد میآورد، تلخ واقعا که چگونه این زبانبستگان سگ‌ها رو با آمپول اسید و گلوله میکشن، برای اینکه عرضه برخورد یا مدیریت مشکلشون رو ندارن. اینا سعید میگه این دختر یزیده. خب چون یه چیزی هم به سرش کشیده، احتمالاً پس مؤمنه هم هست سعید جان. بعد میگه چون یزیدم با سگ میانش خوب بوده، پس این دختر یزیده. من عرضه بدارم که همونطور که عرض کردم، این به قولی فرمودن که نحوه رفتار مردم یک جامعه با حیوانات در اون جامعه نشان دهنده به اصطلاح شخصیت و فهم و درک و دانش اونها داره، که خب ما فاقدیم. ما یعنی منظورم برادران و خواهران است، بلکه مردم ایران هیچ ضدیتی با هیچ تنابنده ای ندارن. باری خب این بانوی عزیز آمده بوده که یک سگی رو در واقع انتخاب بکنه و آداب بکنه به قول عوام، و نگاه میکنه همه اینا رو دوست میداره. بعد تیتر مقاله هم هست که داره میگه که خانم نتوانست که تصمیم بگیره که کدام سگ رو انتخاب بکنه، در نتیجه کل ماجرا رو خریده. ملاحظه میفرمایید کل ماجرا رو خریده، شلتر رو خریده. اون یک محلی است که به جای که سگا رو با آمپول هوا و آمپول اسید و عرض بکنم که چماق و گله و اینا بکشن، نگهداری میکنن و تبلیغ میکنن، تبلیغ های سنگین. نگاه بکنید لطفا، که مردم رو تشویق کنن که اینا رو آزاد بکنن و بپذیرن در خانواده، که معمولا کار میکنن. ببینید اینا کار میکنن، یعنی با مشکل برخورد میکنن و حلش میکنن. برادرها دور میزنن مشکل رو، به هر حال میدانید. دیگه بنده توضیح اضافه ندم، دارید ملاحظه میفرمایید. و برای بزرگوار بانو کل قضیه رو خرید، آش رو با جاش خریده. درود. و در همین راستا تصویر بعدی رو ملاحظه فرمایید، این خواهر جنیفر لوپس است. سعید چی بهش میگفت؟ میگفت جی پی، جی ال، این چیز اسمشو میگفت، مخففشو میگفت سعید. بعد این بانو جنیفر لوپس معروف هست که معرف حضور دوستان هست، و ایشان جی لو. سعید میگه آمریکا میشه بهش میگن جی لو. آره دیگه، هوستر ندارن دیگه، اینا وقت ندارن. بعد جنیفر لوپز نازنین هست که دارید ملاحظه میفرمایید، و گویا ایشون در 8 همین سپتامبر گذشته، چند روز پیش، در فستیوال فیلمی بوده است در اصلا که ممالک محروسی
کانادا در تورنتو بوده اونجا و با این پالتو پوست اونجا بوده و ملت خلاصه گریبان بانو رو گرفتن. ملاحظه میفرمایید که چگونه است برخورد با حیوانات؟ حالا ممکنه که دوستان بعضی دوستان بگن آقا ما رو دارن خود ما رو دارن میکشن، حالا چه اهمیت داره سگانم بکشن یا چه و اینا یا به جان حیوانات بیفتن. اول حیوانات عرض بکنم که ساکنان اصلی و مهم این طبیعت هستن، بنابراین ما تصمیم شما نمیتوانید بگیرید که حالا فعلا اینا بمیرن تا ما مسئله ورزشگاه رو حل بکنیم. این قیاس معل فارغ بهش میگن، هر چیز به جای خیش نیکوست. باری بر روی ایشون رو خلاصه سرش داد کشیدن مردم و مؤاخذه کردن که این پاردو پوست خدا میدونند که عرض کنم که چند حیوان بابت اون کشته شده هن. خب دوستان آگهی ما دیدیم، باور بفرمید. اول فکر کردم که در مورد تصویر شما 12 صحبت میکنم، فکر کردم شاید مثلا ساختگی است و اینها، ولی بعد دیدم نه خیر، واقعا واقعیت داره. بنده من اینو گذاشتم شما ملاحظه فرمید اون عرضه دارم که لوگوی برادران هست، برادران قاچاقچی، دارید ملاحظه میفرمایید و گویا دولت فخیمه ممالک محروسه امریک 15 میلیون دلار جایزه تعیین کرده برای کسی که سر از کار این برادرا در بیاره، سر از کار ماجرای مالی این برادرا در بیاره. و دارید ملاحظه میفرمایید که دوستان یه یادداشتم زمینه کردن که الان که بذارید من نگاه کنم، بله الان که خود سپاهی ها به رقابت میافتن برای گرفتن پاداش. بله الله اعلم، بنده نمیدونم این نظر این دوست بود که یادداشتی مرحمت فرموده بود. خب دوستان همچنان در ماه مبارک محرم هستیم و یک سری بزنیم به بوتیک ابا عبدالله. ما ملت شگفت‌انگیزی هستیم شرافتاً که آنچه را که بر ما تحمیل شده است یا آوار شده است اینا به گونه باش کنار میایم، هیچی بزکش هم میکنیم. شما نگاه کنید به تبلیغات محرم، حقیقتا شگفت انگیز این ما. به هر حال اسم این قسمت رو آقای فدوی ما گوشه بوتیک ابا عبدالله در پرانتز اینز. بوتیک ابا عبدالله کامبین چند تصویر هست، ملاحظه فرمایید که صفحه جوی کردیم در تصویر یا در فضا. تصویر شما 13 رو ملاحظه فرمایید که در واقع نشان میدهد که یک طبقه جدیدی اشراف داره شکل میگیره یا گرفته است آردی به قول عوام، و این مستضعفین سابقن که حالا عرض کنم که اشرافیان امروز شدن. ملاحظه میفهمید اتومبیل ها رو نگاه بکنید با یه دونه یا حسین خلاصه ترتیب قضیه رو میدن. ملاحظه میفهمید این نمونه ها بسیار است. بله خب برای تغییر ذائقه دوستان از آقای بهوانی در استودیو تقاضا میخواستم بکنم که برای تغییر ذائقه از کنم کلیپ شماره 14 رو که دوستان با تبر چه از کنم سنتی رو عرضه کردن رو با هم ببینیم اگر در دسترس هست. فهمیدید که این تبلو برای اینکه دوستان دیگه حمل نکنن و یه وقت خدای نخواسته فشار بهشون نیاید به این ترتیب مکانیزه فرمودن. خب دوستان ما تحرکات مؤمنین رو در ماه مبارک محرم همچنان پی میگیریم با تصویر شماره 15. تصویر بعدی ملاحظه فرمید که این بانوی خاشپرست است و حیران شده است از هیبت این جناب آقای شمر. ملاحظه فرمایید آثار وحشت رو در وجنات بانو ملاحظه می‌فرمایید. بله تصویر بعدی یک فقره پرستو هست. یک فقره پرستو رو ملاحظه بفرمایید که عرض می‌کنم ملت شگفت‌انگیزی هستیم. اینجاست
که در واقع نوعی استقبال میکنن، حالا یا به هر حال از کارمندان دستگاه هستن این پرستوها. این یه دونه پرستو تصویر شما 16 است تا شما دریافت میکنید بنده از این قهوه کور مهمان شما باشم. بله ملاحظه فهمید که بانو چه شیک پوش است و حجابی هم به اون معنا در کار نیست البته، و حالا در حالت عادی باید برود در ون و برود به عرض کنم اماکن و این سرکوب خانه ها. دوستان یک فقرم گله اینجا داریم که مربوط است به تصویر شماره 17. برادران خلاصه شاکی شدن در تصویر شماره 17، گفتن که قیمه حسین را میخورند اما با شمر عکس یادگاری میگیرند. حرف حسابه دیگه. آقا بانو بزرگوار، اگه تو قیمه آقا امام حسین میخوری، قیمه ابا عبدالله رو میخوری، خود چرا میری با شمر عکس میگیری؟ برو با خود ابا عبدالله عکس بگیر. بعدم دوباره از آقای بهبانی خواهش بکنم در استودیو که این نوع بانوان رو در یک کلیپی به شما نشان بدن که بانوان چه عرض کنم که سینه زنی، این سینه با زباره ایهام دارد، سینه زنی می فرمایند این تست در کلیپ بعدی خواهش میکنم. ملازم فرمودید قبول باشه خواهر، قبول باشه ملازم فرمودید. از کنم این آقای فدوی ما در اون کتاب که اشاره کردم تذکرة الاشقیا جلد نخست یک طنز نوشته ای دارد به اسم فدوی با مدیریت جدید و اونجا توضیح مبسوط میدهد. بنده فقط یک قطعش رو برای شما میخوانم و بعدم انگیزه ای داشتم برای اینکه این رو انتخاب کنم که بخوانم، برای اینکه به یک کلیپی مربوط می شود که بعضی از استود تقاضا میکنم از آقای بهبانی او رو هم مربوط کنم بعد از اینکه بنده این خدمت شما عرض کردم. البته عنوان مطلب هست که بسیارم کوتاهه، عنوانش از عرض نکرده بودم در اون عرض کنم فدوی با مدیریت جدید توضیح مفصل، این فقط یک بریده ایست از اون. چنین است که فدوی سرانجام بر این شد که اندرز جد اعلا را به کار بسته و برود مسخرهی و مطربی آموزد و سگر چنبر برهاند بلکه اندکی جبران مافات کند. فدوی برای دستگرمی اجالتا از فال هفتگی آغاز می کند، افسون بر این فال قهوه ورق هم می گیرد، جنگیری، کفبینی، رمالی و سر کتاب نیز باز می کند، همچنین انواع ادعیه، دوستان با ادعیه اشتباه نکنن، ادعیه جمع ورد و چیز هست دعا و اینا، به ویژه دعای جوشن کبیر را هم میخواند و گرمی بخش سفره های گوناگون شما از جمله سفره ابوالفضل علیه السلام به ویژه در لس آنجلس نیز تواند بود. برای کسب آگاهی های بیشتر از سایر خدمات فدوی در این عرصه لطفا با تلفن رایگان او 800-911 فدوی تماس بگیرید، التماس دعا. خب ملاحظه فرمودید این طنز نوشته که بسیار پیش از اینا نوشته شده در اینجا اشاره میکنند که فدوی گرمی بخش سفره های گوناگون شما از جمله سفره ابوالفضل به ویژه در لس آنجلس. حالا این پیشگوی فدوی ظاهرا به وقوع پیوسته است. در از بکنم کلیپی که از آقای بهبانی در استودیو تقاضا میکنم اگر در دسترس هست عنایت بکنم یا بخشی از اون رو. امروز یک شنبه 8 سپتامبر. نه من اصلا با اینا حرف نمیزنم. امروز یک شنبه 8 سپتامبر، ما تو دانتان لس آنجلس خیابون برادوی 8 هستیم. خائنین جمهوری اسلامی مراسم عاشورا درست کردن، ما آمدیم که ازشون فیلم بگیریم که
وقتی که ایران آزاد شد این خائنین باید توی ایران محاکمه بشن. شما هم جز بشونید نه؟ خاک تو سرتون. این خائن کثافت هم جز بشونه. به من نزدیک نشو. برو گم شو. برو گم شو به من نزدیک نشو. این خائنین کثافت اینا از اکسکیوز می آفیسر دیس گای ایز باترینگ می. این خائنین کثافت یه مش خائن کثافت آمدن اینجا از طرف جمهوری اسلامی مراسم عاشورا دارن. بعد با پرویی هم آمده میگه خواهد با من حرف بزنه. بهش میگم با من حرف نزن. رفته به پیش پلیس. حالا فکر میکنه اگه این فیلم میبینید یه قلبی یه چیزی بزنید که من بدونم که دیده میشه لطفا. Officer, I also have a right to be here, right? This is against my constitution, right? That if you refuse me to be here and express my right, this is my right to be here. These are terrorists, officer. These are Sharia terrorists. They are here. They are here. They are here to promote Sharia law. I am here. I am. But I, these people are going to fight for the Republic of Iran. That's the Sharia law. These are Islamic terrorists. They should not be here. That's the Islamic Republic. ممنون آقای بهگوانی. تشکر میکنم و درود بر این بانو که یک تنه از کنم که بغدش رو ابلاغ کرد. خب دوستان برایم یه سری هم کوتاه بزنیم به ورزش و آبروریزی های حضرات که گویی تمامی ندارد در همه عرصه ها به ویژه عرصه هایی که به زنان مربوط میشود. خبر تخت رو همگان در جایران هستن. شوربختانه که این دختر نازنین سحر، دختر آوی، شوربختانه در اثر جراحات وارده ناشی از خودسوزی درگذشت و تصویر شماره 18 یک از کنم ایهام گرافیسی بسیار زیبایی است به این عزیز از دست رفته. تصویر شماره 18 صحبت ورزش است و آبروریزی های این حضرات هست که تمامی ندارد خودشون که خب آبرویی که ندارن که از دست بدن، چیزی برای از دست دادن در پیوند با آبرو ندارن، اما حیثیت مردم ایران می رود. این مطلب در هیچ جا نه قابل فهم است، نه قابل درک است، نه قابل توضیح است که یک عضو یک جامعه ای بخواد برود یک مسابقه فوتبال نگاه بکنه یا والیبال یا هر چی و این به حبس و شکنجه و تبعید برود. این آدم کجای دلش باید بذاره؟ اصلا چیزی رو باید تعریف بکنه این ظلم آشکار که بعد یک همچه به هر حال در جریان هستید. من دیگه از عکس ها اینا صرف نظر کردم و گزارش ها برای که میگوان دوستان در جریان این خبر تلخ هستن. من فقط میکوشم که به اصطلاح واپسین عرض بکنم که نکاتی رو که در این ارتباط آمده است واپسین واکنش ها رو خدمت شما به اجمال و اختصار عرض بکنم. اولا که نامات جسارت روم به دیوار داخل اینها خب شیوه مرزی رو که میدانید چگونه است، مشکل رو که نمیتونه حل بکنه، بنابراین یا تغییر قیافش میدن مشکل رو یا دور دور میزنن. به طور مثال مثلا آقای دستور شورای امنیت به سردبیران رسانه ها موضوع دختر آبی را بزرگ نمایی نکنید. شما غلط میفهمید، اصلا نمیتوانید این کار رو نکنید. مطلب جهانی شده است، مخبت. یادتون میاد که حضرت آقای پنجتومنی ما یا دوزاری ما ایشون در این که عرض میکنم دوزاری بینه که واقعا خب به هر حال ایشون زمان زیادی از دوران استضعافش نگذشته است. حالا در اختلاس های میلیاردی فرمود که کشش ندهید. حالا این شورای به اصطلاح امنیت ملی منظور شورای امنیت آخونداست، نه ملی، ربطی نداره. برم فهمودن که بزرگ نمایی نکنید، اما غافل از این هستن که آتش این دختر آبی به خارج از کشور هم زبانه کشید به قول خبرگزاری آلمان و تلاش فهمودن دوستان برادران که این از انتشار وسیع و گستردش
جلوگیری بشه، برای اینکه عرض بکنم که آبروشون نره. آبروی دیگه نمانده، آبروی در کار نیست. بزرگوار، نگران چه هستید شما؟ به هر روی دوفیس فرمودن و یه تصویر هم دارم که ببینیم خوبه که بنده زیاد پرشانگی نکنم. تصویر شماره 19، این یک اثر از کنم گرافیسیست از یک هنرمند غیر ایرانی، عمر مومنی، که گفته می شود که مشهورترین کاریکاتوریست ورزشی جهان هست و اینو برای سحر گرامی ساخته و پرداخته است و البته شکوه و گلایه‌ای هم پیوست کرده است که این چه حرکتی است، این چه معنایی دارد که کسی بخواهد برود به ورزشگاه، اول بازاش و بعد از دنیا برود. بله، بر روی مقایسه شده است، سنجیدن دوستان یا مردم. این عرض بکنم که حرکتی که این دختر جوان کرده است مقایسه شده است با اون عرض کنم دکه‌داری که در تونس این حرکت رو کرد، که البته نتایج و آثار درخشانی داشت که مال ما هنوز از دور هم حتی پیدا نیست. شوربختانه. بله، برای دوخیز فرمودن برادران و گفتن که در نشست خبری درباره ورود زنان به ورزشگاه ها پس از فوت سحر، سحر خدایاری که به نام دختر آبی مشهور شد، بر موافقت دولت جسارت رو بدیم و البته با ورود زنان به ورزشگاه ها تاکید کرد. یعنی الان گفتن با راجب قضیه باید فکر کنیم، البته یه نفر هنوز کمه تلفات برای اینکه اینو ورزشگاه رو روی زنان باز بکنن، یه نفر هنوز کمه. بعد ضمن دوستان یادشون نره، برای من و شما و امثال ما هست که این قضیه دردآور است و غیر قابل فهم و درک است. برای کسی که سینما رکس آبادان رو با چند صد تماشاچی زغال میکند اهمیتی ندارد، مهم نیست، چیزی نیست. ملاحظه فرمودید؟ برها بین علما ظاهران اختلافه و سخنگوی دولت کلید الاسلام گفته است که از موافقت دولت با حضور زنان در ورزشگاه خبر داد و اعلام کرد که زیر ساخت‌های لازم مسئله فیثاغورسه، مانند معبر، مکان، سرویس‌های جداگانه در همه ورزشگاه آماده است و زنان می‌توانند فعلا علل حساب با خاطر مرگ این دختر فعلا در همه بازی‌های ملی وارد شود. ملی جانتاً آزادی مشروط فرمودن، فعلاً عرض بکنم که یک مقام دیگرش هم گفته بود که نخیر، با اوضاع احوالی که همکنون در ورزشگاه حاکم است ورود زنان به ورزشگاه هنوز صلاح نیست. بین علما اختلاف است طبق معمول و اختلاف هم که میدونید مانند عرض کنم موجب ترویج یا تحکیم شرع انور است. دوستان تغییر زاویه بدیم و دو طنز تصویری با هم ببینیم که تصویر شماره 20 هست و تصویر 21. در باب طنز تصویری هم ادبی توضیح داده است که طنز تصویری از منظر او چیست. حالا به هر حال این یک دو نمونه است که ملاحظه می‌فرمایید که تصویر نخست، کاریکاتور نخست، کار یک هنرمند غیر ایرانی است و در یک رسانه غیر ایرانی منتشر شده است. ملاحظه می‌فرمایید اما خوب کار شده است و فدوی چیزی که اضافه کرده از دات‌کام هم سایت فدوی است، اونجا ملاحظه می‌فرمایید که یا عزیز الله این معروف بود که کسانی که سائل هستن و فقیر هستن یا گدا هستن کاسه به دست می‌گرفتن می‌گفتن یا عزیز الله. حالا این یا عزیز الله رو فدوی اضافه کرده است به این کاریکاتور و شده از طنز تصویری، اما بی ارتباط نیست با تصویر بعدی که دارید ملاحظه می‌فرمایید که این ملت رو به چه روزی انداختن. و در تصویر 21 عرض رو دارم که یک بیت فدوی کارسازه کرده است و روی این نوشته که به این حرکت میگن نقیزه. در واقع نقیزه چجوری عرض بکنم به اجمال اختصار، در واقع کاریکاتور اثر اصلی است، ضمن که او رو بیاد میاره در ذهن اما خود او نیست. مثل چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردن عشق، و
پدری به این گونه درش آورده، چنان قحط ساری شدن در وطن که ذلت بیفتاد در مرد و زن. ذلت رو داریم واضح فهم یک گوشه است، کیلومتری، صف کیلومتری. این هم از این. خب دوستان، به بخش بامزه های مجازستان رسیدیم. بعد این فکر کرده مثلا برای این جستار که بامزه های مجازستان هست، از کنم یک لوگویی بذاره که به شرط ادامه عمر و برنامه این لوگو رو استفاده بکنیم برای این قسمت بامزه های مجازستان که شماره 22 هست. در بامزه های مجازستان اساس و فدایی برای این قرار بود داده است، یا بر این باور هست که مردم ایران علی‌رغم مسائلی که به اونها تحمیل شده و میشود، همچنان مردم سرزنده و شوخ و بزلگو هستند و عرض بکنم با چیزهایی میگویند یا بنویسند که در حوزه جک دیگه نیست، در حوزه ارتقا مقام آپگرید میشه به قول عوام، میشود طنز و یا طنز سیاسی. برای همین عرض بکنم که اسمش رو گذاشته با مزه های مجازستان. خب لوگو رو که شما دارید، حالا من عرض کنم یکی دو مورد رو که تصویر البته نداره خدمت شما عرض میکنم، شما لوگو رو ملاحظه میفرمایید. خب آقا رضا یغلاوی ما نوشته که امروز ظهر بابام رسیور رو برداشت و گفت تا بعد از عاشورا ماهواره تعطیل. من با ناراحتی گفتم چرا، و خلاصه کلی مشاجره با بابا به یک سیلی آبدار که حواله شد تو گوشم. واسه همین قهر کردم و نهار نخوردم و برای شام هم گفتن برو تو هیئت عزاداری یه نظری چیزی واسه خودت جور کن. آرزو یغلاوی در ادامه میگه که خلاصه ما با این قیافه عجق بجق رفتیم مسجد محل، فضا معنوی و ترتیب از عزا منو گرفت، دست پاچه کرد و گفتم حاجا اینجا افطار میدن. یارو با تعجب نگاه میکرد و گفت افطار؟ تو یک لحظه همه نگاه ها آمد سمت من و صدای صلوات بلند شد. حاج آقا گفت ما کجاییم و تو کجا؟ خلاصه آب جوش و نبات و یک پر چلوکباب زعفرانی و نوشابه و سالاد و چای تازه دم و قص الهازا. حاج آقا به افراد در مسجد گفت که از این برادر باید روزه گرفتن واقعی را یاد گرفت که محرمش را با لب تشنه و گرسنه میگذراند و نه و نه جوری دیگری. سرتون رو درد نیارم، الان صدر مجلس نشستم و پارچه تبرکی به هم میمالن و رو به سمت من سینه میزنن. 10 دقیقه دیگه قراره یک نوزاد بیارن که من تو گوشش اذان و اقامه بخوانم. خلاصه بغض گرویم را گرفته است. این یکی از آثار دوستان بود در فضای مجازی در مجازستان. و دوست دیگری مرقوم داشته است که در همین قسمت مجازستان مرقوم داشته است که ما که برای متجاوزین به خاک و ناموسمان عزاداری میکنیم، برای چنگیزخان مغول هم عاشورایی بپا کنیم، این عزیز هم زحمات زیادی کشید. درست میفهمید؟ انشاءالله به گوش مسئولین برسه. خب دوستان، بخش الله عبدالله داستان شرابلن گفتیم دو قسمت دارد تصویر. قسمت بالا متعلق به الله هست، قسمت پایین متعلق به عبدالله. تصویر شماره 23 رو تا شما دریافت می‌فرمایید از سری آقای دهبانی بنده از این آب کور. مهمان شما باشم. سعید میگه آقا تو مهمان آقا ابو عبدالله مهمان دوستان نیستی که راست میگه. خوبیش اینه سعید جان شلاق هم نداره چون ماه مبارک رمضان نیست، ماه مبارک محرمه. این مبارک هم فدوی اضافه کرده به این ماه مبارک، این ماه محرم، برای اینکه حقیقتا مبارکه. بله. خب دوستان، شما همچنان بیننده ارجمند برنامه تلویزیون طعم تلخ طنز از تلویزیون میهن هستید و الان در بخش پیش درآمد هستیم کوتاه، برای که باز دوباره هر هفته ما این گرفتاری داریم، مطالب اینقدر فشرده و زیاده که گاه عرض بکنم آدم احساس میکنه که احساس نگرانی میکنه که نکنه دوستان خسته بشن. این برنامه به اختصار برگزار میکنیم. تصویر معنادار 24 رو ملاحظه بفرمایید. دوستان بیگمان در جریان این حبس های سنگین، چون برادران دستپاشون رو گم کردن دیگه، به هر حال ناشی از حراس
سهمگینی است که پیدا کردن از خشم نهفته و فروخفته مردم. این است که فشار رو دارن زیاد میکنن و ملاحظه میفهمید که حبسای طولانی و سنگین برای بچهای جوان این مملکت که باید به اموری که اونها مربوط و متعلق است بپردازن، باید مثلا جوان 20 ساله 23 سال باید برود زندان، یک طنز پردازی باید 20 سال 22 سال باید برود زندان. ملاحظه میفهمید این همه ناشی از حراسی است که وجود زی وجود حضرات رو فرا گرفته است. بعد در چنین حالتی این جنایتکار گرامی، عرض بکنم که سعید مرتضوی که در این اثر بسیار خوب توصیف شده است، ایشون معرفه حضورتون که هست که بعدم دو به نقص حافظه عرض بکنم، ایشون کارنامه بسیار درخشانی داره. قتل زهرا کاظمی رو در کارنامه داره. عرض بکنم در زمانی که جسارت روم به دیوار دادستان بود در تهران این مردک، و عرض بکنم که در کارنامه افزون بر این توقیف 100 نشریه رو داره، و عرض بکنم که ماجراهای دیگر. بعد با چنین پرونده قطوری و با چنین جرائم سنگینی از قتل گرفته تا سرقت یا هرچی، ملازم فهمید که بعد از مدتی لابد به خاطر ماه مبارک محرم رهاش کردن، مثلا چون داشته در مقابل این همه جنایاتی کرده بوده، بچه جوان گفته من با حجاب مخالفم 23 سال باید بره زندان، این آقا نصف مملکت رو بلعیده است و نمیدونم نفوس مملکت رو سرکوب فرموده است. در ماجرای از کنم 88 این معاون اعلیحضرت العظما سید علی خامنه‌ای بوده در کشتار. بله برای کار زیبایی است، دست دوستان در نکنه. در صندوق پستی هستیم دوستان، من نگاه کردم ببینم که بعد فدایی مقادیری برای ما طنز نوشته فرستاده است در صندوق پستی که بنده باز کردم. خب چند تایی یک دوتایی من انتخاب میکنم که خسته هم نشیم و بعد بندم به موقع از خدمت شما مرخص بشوم. من فکر کنم از میان تمام اینها فقط من دوتا رو انتخاب کنم، بقیه رو شما در زمانی که بهبانی فرصت بکنن در سایت مبسوط تلویزیون میهن یا hazl.com سایت نویسنده یا از بکنم سایت های دیگر خواهد آمد ملاحظه خواهید فرمود. حالا بنده بیشتر از دو تا از اینا رو انتخاب نمی کنم و خدمت شما عرض کنم. از کنم کیهان چاپ دارالخرافه، دارالخلافه نه دارالخرافه، این از محصولات فرنگستان فدویست. دارالخرافه بانو یه روزی پرسش کرده بود که آقا هرچی تو کتاب لغت گشتم دارالخرافه پیدا نکردم، یعنی چی اینا؟ گفتم خب نبایدم پیدا کنی خانم جان، برای اینکه اون دارالخلافه هست اما دارالخرافه نیست. دارالخرافه از محصولات فرنگستان فدوی است، البته محصولات دیگری هم دارد که الان مجال نیست به اونها بپردازیم. باری این کیهان دارالخرافه رو بنده نگاه میکردم، تیتر صفحه نخست بزرگترین عرض بکنم که تیتری که میشود گذاشت گذاشته بودن برادر حسین که سر بریده میدارد دوست، تیتر این بود که 40 سال عبور از طوفان با کشتی نجات حسین، در پرانتز این و فدوی در پاسخ عرض میکنند که والا برادر حسین به قول سید قاسم مشک قاسم سابق دروغ چرا تا اعدام لکن بین خودمان باشد، حال که برادران در اعتکاف هستند عرض میکند که فدوی نمیدانست که حضرت با آن همه مشغله 40 سال نیز کاپیتان کشتی بوده است. حالا اینها به کنار، فدایی میخواست در حاشیه احتیاطاً بپرسد که کشتی حضرت در این 40 ساله غیر از سرقت و حمل نفت ملت گرسنه به سوریه آیا ثواب دیگری هم فرموده است؟ برادر حسین که سر بریده میدارد دوست، عرض بکنم که پاسخ بدهد. بله در جنه هست دوتا آخوند گم شده، برای نخستین بار است که یک مشکلی برای آخوندان پیش میاد. عنوان این مطلب از جایزه. حکایت غریبی است جدا، حال که فدوی دورخیز کرده که دموکرات شده، دندان روی جگر گذاشته و حتی حقوق خصم را هم نه تنها رعایت بلکه از آن دفاع نیز بکند، دوستان تاخش بالا گذاشته و پاسخ نمیدهند. حالا مطلب از چه قراره؟
این این خبر هست که سید روح الله صدر ساداتی عضو مجلس خبرگان رهبری به همراه برادرش مهدی و دو تن دیگر مفقود شدند. و ادامه خبر، بله، باری فدوی جایزه دندانگیری نیز برای یابنده این بزرگواران تعیین کرد که اگه اینا رو پیدا کنه فدوی جایزه میده، لکن دریغ از یک متقاضی که البته موجب شد که جایزه مذکور که اون را با خون و دل تهیه کرده بود بماند روی دستش. و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار در پیوند با این جستار چنین روایت کردند که روزی در بزرگراهی راهبندان مبسوطی آمده بوده که پرسید چه خبر است؟ گفتن ماشین آخوندی آتش گرفته است. گفت ای وای مردم چه میکنن؟ گفتند هر کس به قدر وسعش دارد کمک میکند، یکی 10 لیتر، یکی 20 لیتر و یکی بیشتر و یکی بیشتر از 20 لیتر دارن بنزین میارن. ملاحظه فرمودید علتی که جایزه فدوی مونده رو دستش اینه، کسی حاضر نیست که برای این بزرگواران عرض بکنم که قدمی برداره. خب دوستان، ماه مبارک محرم در سایر نقاط جهان هم همونطوری که مؤمنین و مؤمنات کسر الله امثالهم گفتند جهان گستر شده است اینها و در همه جا گرامی داشته میشود. خب نگاه کنید، اول از جامعه شکومت خودمان نگاه کنید، دو تا تصویر هست، 25 و 26. ملاحظه بفرمایید که این مردم چه حرکاتی میکنه، مصدر چه حرکات شگفت‌انگیزی میشوند با این همه عرض کنم که علما هنوز مردم. تصویر شماره 126 ملاحظه فرمایید، با این همه عرض کنم که برای ما هنوز مردم از رونق مرد ناامیدند. خب این مال جامعه شکومند خودمان بود. حالا ببینیم که عزاداران خاچپرست یا در براد کفر زندقه اونا چگونه است. ملاحظه فرمایید تصویر شماره 27 رو، فدوی نوشته که مطلب در بلاد کفر و زندقه البته هست همین قرار است، یعنی همینجوری خلاصه سر مغز هم دیگه میزنن اینها، با این تفاوت جزئی که فدوی هرچه کوشید عزاداران اسپانیایی حاضر به غمزنی نشدند و ترجیح دادند که به جای خون خود در آب گوجه فرنگی غوطه‌ور بشوند. بر اساس توضیح فدوی، پس تصویر شماره 27 که این عرض کنم که ملت اونجا هستن، این البته اینا عزاداران حسینی هستن، ابا عبدالله هستن در اسپانیا، متو حاضر نشدن که قرقمه بزنن که خون بریزه و اینا، آب گوجه فرنگی رو انداختن که یعنی ما داریم عزاداری میکنیم. عزاداران اسپانیایی. حالا تصویر بعدی عزاداران برزیلی هستن که با زبان خوش عرض کنم که به لجن مالی خیش تن در دادن. تصویر شماره 28، بله. کنم که ملاحظه فرمودید، بعد دارم همونجور صرف نظر میکنم از این مطالب. یک کوچولو کوتاه هست عرض بکنم که اسمش از نوعی راه حل. فدوی در مجازستان خواند که ملت ورجاوند در یک دورخیز قهرمانانه از برادر افعی به برادر مار قاشیه پناهنده شده و اعلام کرده است که در انتصابات آینده، منظور انتخابات، انتصابات آینده به اول الله و علی بابا رأی میدهد، زیرا اختلاسگران پیرامون اون بزرگوار 40 نفر بیشتر نیستند. و مطلب دیگر اسمش از آرزو و یک تصویر هم دارد، تصویر شماره 29 که معرف حضورتون هست. بله، میگوید که برادران دیگر فدوی را به جایی رساندند که به هر ریسمانی می آویزند. از اون میان اینیست که الان عرض میکنم این خبر. اما امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ایشون گفته است که اظهارات توهین آمیز ژیر بولسونارو رئیس جمهور برزیل درباره همسرش بریژیت مکرون را تأسف انگیز خواند و گفت امیدوار است برزیلی ها در آینده نزدیک رئیس جمهوری داشته باشند که در شأن آنها باشد. این آرزو را برای مردم برزیل کرد. حالا بعد نمیدارم خبر من بی خبر در این مورد ساکت است که اون آقای رئیس جمهور برزیل
چه مطلکی گفته است که آقا برخورده است و گفته است که انشالله که در آینده نزدیک رئیس جمهوری داشته باشن که در شأن اونها باشه. حالا خدوی هم از این آب گلالود ماهی گرفته، گفته که میشود آیا همین آرزو را برای ما مادر مردگان هم بفرمایید برادر مکرون؟ والا برای مریض بدحال میخواییم، ثواب داره به امام در پرانتز لام که مخفف لعنت الله علیه است. باسم از محصولات از کنم که فرهنگستان خدوی. بله خب، یه خبر کوتاه دیگه، اسمش هست استمداد. میگوید که تلاش های سهمگین فدوی برای برقراری یا کشف رابطه بین گودرز و شقایق، یعنی جمع شقیقه. در خبر زیر، تا لحظه نگارش این سطور شوربختان هنوز به جایی نرسیده است. فدوی خودش رو خفه کرده که ارتباط برقرار بکنه بین عرض بکنم که گودرز و شقایق. خبر اینه، میثاق با ولایت. بعد خبر ادامه میدهد که به مناسبت فرارسیدن روز جهانی تکواندو، گرد همایی بزرگ تکواندو کاران استان تهران تحت عنوان میثاق با ولایت. شما ملاحظه میفرمایید فدایی برای همینجا گیج شده و تلاش کرده که رابطه بین گودرز و شقایق رو که رابطه بین ولایت و تکواندو هست پیدا بکنند، موفق نشده البته. و عرض کنم که برای حسن ختام دوستان یک کلیپی داریم که یک ضد انقلاب خردسال رو ملاحظه خواهید فرمود و بعد از اینکه اون کلیپ رو ملاحظه فرمود بنده از خدمت شما مرخصی میگیرم و از آقای دهقان تقاضا میکنم که این ضد انقلاب خردسال رو به ما نشان بده. سپاسگزارم آقای بهبهانی عزیز. خب دوستان، به پایان آمدین جوهر مطالب همچنان باقی و بسیار سپاسگزارم از آقای سعید بهبهانی گرامی که با سعی صبر و شکیبایی این مختصر رو به سمت و سوی شما روانه فرمود. هم طنز رو ملاحظه فرمایید، در یوتیوب هم لایک بفرمایید، هزینه ندارد، اما قبل از اینکه برادران برسن شما این کار رو بکنید. و به آگهی های آقای بهبهانی در پیوند با وضعیت مالی تلویزیون و هزینه هایی که دارد عنایت بفرمایید. به من این دو بیت از کنم که عرفی گرامی رو خدمت شما تقدیم میکنم و اجازه مرخصی میگیرم. به فرمود، گر نخل وفا بر ندهد چشم تری هست، تا ریشه در آب است امید ثمری هست. هر چند رسد آیت یأس از در و دیوار، بر بام و در دوست پریشان نظری هست. برای همگان در هر جا که هستند بهروزی و پیروزی آرزو دارم. تا درود دیگر، بدرود.